شورای نگهبان موافق همه پرسیه. خب آقای تیتر بزنید بزنید، شورای نگهبان موافق همه پرسی هست. خوبه؟ اما سوال این بود که همه پرسی که دارید مطرح میکنید در دو اصل قانون اساسی بیشتر نیست و در یک اصل هم در واقع اومده ترتیبش رو مطرح کرده. یکی اصل 59 قانون اساسی است که گفته شده است اعمال قوه مقننه از طریق همه پرسی است، هر وقت که لازم شد میتونم مجلس طبق قوانین و مقررات مربوط انجام بده، شورای نگهبان هم آماده همکاری هست. یکی هم اصل 177 هست که بازنگری است. در اصل 110 هم فرمان همه پرسی هستش که از اختیارات رهبری نظام هستش. اتفاقا سوال ما این بود که همه پرسی رو سیاسی نکنید. همه پرسی در دو اصل قانون اساسی هست و بر اساس این دو اصل هم شورای نگهبان آمادگی داره. کت خدایی از ایرادات 26 بندی شورای نگهبان به لایحه بودجه سال آینده هم خبر داده و گفته این ایرادات برای شفاف شدن به بهارستان برمیگرده. در مواردی ما ابهام داشتیم که واژه‌ای به کار برده شده است بدون اینکه هیچ گونه ضابطه‌ای داده بشه. مثلا یک جا در بحث همین یارانا فکر میکنم خانواده های پردرآمد هست. سوال شده است که این واژه خانواده پردرآمد چیه؟ ملاک چیست؟ ضابطش چیه؟ بحث برداشت از صندوق توسعه ملی هست که خب صندوق توسعه ملی برداشتش تحت به اصطلاح با یک شرایط و ضوابطی هستش، باید اون شرایط و ضوابط رعایت بشه. اینها هم در تبصره چهار عموما، حالا در جای دیگه هم ما داشتیم در بودجه، ولی در تبصره چهار بیشتر این برداشت ها اتفاق می افتاد که اعضای محترم شورای نگهبان اعلام کردن باید اون شرایط و ضوابط خاصش هم در قانون ذکر بشه. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مواردی از لایحه بودجه 97 رو مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 و بندهایی از برنامه ششم توسعه دونسته.